بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح ملكوتی امام راحل و شهدای منامگان اسلام صلواتی اهدا میکنید. فرا رسیدن میلاد مسعود حضرت سامن و حجت صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ملی اسب ارواحنا فدا تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که ایدی ما را تأجیل در ظهور آن حضرت قرار میده و همه ما را مشمول عنایت های خاص آن بزرگوار بگردن. صلواتی به احترامی حضرت رضا صلوات الله علیه تقدیم میکنیم. در چند شب گذشته، چند جلسه گذشته، موضوع مناجات محبین را مطرح کردیم به مقداری به اندازه‌ای که عقلمون می‌رسید. خدای متعال توفیق داد، یه چیزایی عرض کردیم، انشاءالله که خطا و اشتباهش کم باشه. در جلسه گذشته بخشی از مناجات را خوندیم، قرائت کردیم، یه توضیحات مختصری هم عرض کردیم. با اجازه شما بقیهش را تا اندازه این که توفیق باشه قرائت میکنم. الهی فاجعلنا ممن اصطفیته لقربک و ولایتک ما أخلصته لودك ومحبتك وشرقته إلى لقائك. پیداست که محور این دعاها همه حول و حوش محبت خداست. بعضی هاش از مقدماتشه، بعضی از لوازمشه، بعضی از نتایجشه. خوندن اینها غیر از این که حالا ثواب داره و یاد اهل بیت و اینها هست، دو تا فایده میتونه داشته باشیم. یکی این که اولا توجه پیدا کنیم که برای آدمیزاد خدای متعال چه چیزهای مهیا کرده، چه مقاماتی برای انسان امکان داره که بهش برسه، و شرایط زندگی مادی به خصوص در این زمان ها که اشتغالات مادی فراوان هست، ما فرصت نمیده که درباره اینها فکر کنیم، چه رسه به این که اعمال مناسبی انجام. اولین فایده که بفهمیم یه چیزایی هم هست، یه همچون مسائلی هست که اعمال ها صلوات الله علیه مجمعین بهش عنایت داشتن، به این مناجات ها را انشاء کردن و در دسترس ما قرار دادن که به برکت ولایت اونها ما هم از این مفاهیم استفاده کنیم.
استفاده دومیشون اینه که انشاءالله اگر انگیزهی برامون پیدا شد که در این مسیرها حرکت کنیم، بدونیم که چه چیزهایی به درد میخوره و بالاخره چون همه اینا رو، همه موفقیت ها رو باید از خدا خواست، بدونیم چه چیزهایی از خدا بخوایم. همش فکر منعاب نباشیم، این چیزهای دیگه هم هست که باید از خدا بخوایم. در حال جمله های اول این مناجات این بود که خدایا ما را از کسانی قرار بده که اونها را برای قرب خودت و ولایت خودت انتخاب کردی و اونها را برای محبت و مودت خودت خالص کرد. از کلی مناسبت این جمله ها اینه که فرض این است کسی که این مناجات رو داره می کنه محبت خدا داره، میخواد که بر محبتش افزوده بشه و به نتایجش نائل بشه. اینه که نمیگه خدا یا محبت تو به من بده، میگه من را از کسانی قرار بدی که اونها رو برای محبت خالص کرد، یعنی در این مسیر تکامل پیدا بکنم به محبت کامل برسم. خب لازمه این که انسان محبت کاملی به خدای متعال داشته باشه این است که توجهش عمدتاً معطوف به طرف محبوبش باشه. همینطور که محبت‌های دیگه هست، هر کسی به کسی علاقه داره بیشتر توجهش به او معطوفه. شب، روز، خواب، بیداری، در فرصت‌های مختلف هر وقت ذهنش مشغول به یک امر جدی نباشه که او را سرگرم کنه، دلش متوجه به او محبوبش میشه. همینطور دلش میخواد که آدم با محبوبش ملاقات کنه، او را ببینه، باش انس بگیره. اینه که چیزهایی را که دعا در این دعا خواسته شده یه بخشش از این مقولاته. خدای توفیق مشاهده خودت، توفیق نظر به وجه خودت به ما مرحمت کن. بعضی هاش هم لوازمش هست که باز اونها از کمالات هست، از فضائل اخلاقی است. از راه محبت این فضائل خیلی بیشتر و بهتر و زودتر پیدا میشه. مثلا رضای به قضای الهی، خب در روایات اینها بسیار تعریف شده که از مقامات بلند معرفتی است. اگر آدم بخواد از راه عادی سعی کنه که گفت رضای به قضای الهی پیدا کنه، خیلی راه طولانی است، به این زودی ها موفق نمیشه. چون چیزایی که آدم دلش میخواد با اون چیزایی که خدا مقدر میکنه همیشه وفق نمیده. گاهی خدا یه تقدیرهایی داره برای آدم که سخته، ناراحت کننده است، غصه داره، مشکلات داره، به همه اینا راضی باشه خیلی معونه میخواد که آدم فکر کنه که اینا حتما به مصلحتش هست و چنین و چنانه. اینا زود به نتیجه نمیرس. اما اگه خدا رو دوست داشت، وقتی آدم یک کسی رو دوست میداره کارهای او رو میپسند، هرچه او دوست میداره باید بودن. اگر محبت محبت شدید و کاملی باشه، اون دیگه نمیگه این کار به نفع من هست یا به ضرر من، میگه تو دوست داری بسیار، هرچه تو دوست داری. این وقت کسی محبت خدا پیدا میکنه، میگه نمیگه الله این تقدیری که برای من میشه تصادفی میشه، دستم میشکنه، پام میشکنه، مثلا بچم مریض میشه یا سایر مشکلاتی که در زندگی میشه، مریضی، فقر. اگر کسی واقعا محبت خدا در دل زیاد باشه، میگه خب خدا خواسته دیگه، نه چه او خواست. نهایت خواسته او اینه که خدا ازش راضی باشه. در مقابل خواسته او خواسته اینه نک تحصیل رضای الهی، راضی شدن به قضای الهی،
برای کسی که محبت خدا رو داشته باشه، محبت قویی داشته باشه، خیلی آسانه. متقابلا وقتی آدم یک کسی رو دوست داره، دلش میخواد او ازش خوشنود باشه. این طور آثار طبیعی محبت، اگه آدم بفهمه که اون کسی که محبوبش هست ازش نگرانی داره، خیلی ناراحت میشه. نهایت آرزوی یک محب این است که احساس کنه که محبوبش از او راضی است، لبخند رضایتی بر لبش نقش ببنده، اظهار رضایتی بکنه، خیلی شاد میشه، سرمست میشه. وقتی آدم خدا را دوست داره، نهایت خواستش اینه که او ازش راضی باشه. یک دعا هم که میکنم، میگه من از تو میخوام که تو رضایت خودت را به من ببخشی، حباوته به رضاک. اینا دعاهایی است که در اینجا اومده و یه مقداری شو جلسه قبل اشاره کردیم تا اینجا رسیدیم. ما اعاذته من هجرک مقلاک. متقابلا همینطوری که آدم نهایت آرزوش از محبوبش اینه که از او خوشنود باشه، بیشترین چیزی هم که ازش میترسه اینه که او نسبت به محب بیمهر بشه، بیعلاقه بشه، ناخشنود بشه، گلمن بشه، و این باعث میشه که او را ول کنه، رها کنه، به زبان خودمون باش قهر کنه. بدترین چیزی که برای محب کشنده هست، سوزنده است، شکننده است، نکه احساس کنی که محبوبش نسبت به او بیمه شده، اعترابش نیم. اینه که در مقابل این که از خدا میخواد، در کنار این که از خدا میخواد که از او راضی و خوشنود باشی، میگه من را از کسانی قرار بدی که اونها را در امان قرار دادی از مهجوریت. هجر ترک کردن است که از روی ناخشنودی است، همون قهر کردن هم که بخودم. مطلق فراق هجر نیست، این عالم عالم فراق، در این عالم بالاترین بندگان خدا هم اون وصلی که آرزوشون هست در این عالم براشون تحقق پیدا نمی کنه، مگر گهگاهی شرایط این عالم اجازه نمیده. اینه که اصل فراق تقریبا لازمه زندگی در این عالم هست، ولی اون چه کشنده هست اینه که جدایی از روی ناخشنودی باشه، قهر کنه باشه. نه صرف این که لازمه این عالم اینه که از مشاهده او، از لقای او، از وصول به او محروم هست، خب این هم ناراحتی داره، دائما هم موجب حزن باید بشه، ولی این غیر از اینه که احساس کنه که او ترکش کرده، رهاش کرده. هجر به قلا تقریبا هر دوش همین معنا رو داره. ربها و لیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. قلا لازمه همون ودعا که یعنی رهات کرده، ودا کرد، جداش کرد، حالا در این باید بیمهری کرده، قهر کرده. اینه که از خدا میخواد که من را در پناه خودت قرار بده از این که مهجور بشم، من را ترک کنی، با من قهر کنی و از من ناخشنود بشی. و بوعته مقعد صدق فی جبارک. و نهایتا آرزوی آدم اینه که همیشه در کنار محبوبش باشه. حالا در کنار بودن هر موردی متناسبه با خودش، در این عالم مثلا آدم دلش میخواد با محبوبش خونشون پلو هم باشه، اگر بشه اصلا تو یک خونه باشه، ولی خب معمولا برای هر محبی با محبوبی چنین چیزی میسر نیست. یک در این موارد بیشتر اونجا آرزوی محبوب هست اینه که محب هست اینه که در جوار محبوب باشه، جار او باشه، همسایه‌اش باشه.
تو اون دعای آسیه همسر فرعون، رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، برای من یه خونهی در بهشت پر خودت بساز. در قرآن کریم به کسانی که نهایت تقوا رو داشته باشن وعده داده شده که در یک جایگاه شایستهی نزد خدا هستن، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینه که میفهمد عرض میکنه بوعته مقعد صدق فی جبارک، در یک جایگاه راستین، جایگاهی که شایسته نشستن است، یعنی بهتر جای، بهتر از اینجا جایی برای نشستن نیست. در اونجا در جوار خودت، در همسایگی خودت برای من اونجا را مهیا کن، در اونجا قرار بگیرم. و خصصته به معرفتک، از این جاهاست که چیزایی که درخواست شده راه را به آدم نشون میده که اگه خدا، اگه ما خواستیم به مقام محبین برسیم، به اون کسانی که خدای متعال هم ازشون راضی هست، در آخرت در جوار الهی هستن، در جایگاهی که خدا برای اونا میپسنده، حایلی بین اونها و بین خدا نیست، اگه بخوایم از اینا بشیم چیکار باید بکنیم؟ اگه چیزایی از خدا باید برای مقدمات این کار بخواهیم، چه چیزایی رو باید بخواهیم؟ شاید اولین قدم این باشه که قبل این چیزایی که باید بخواهیم برای رسیدن به چنین مقامی، اول معرفته. وقتی آدم خدا رو نمیشناسه طوری که باید بشناسه، معرفتش کم هست، طبعا این چنین خواسته هایی هم اصلا ازش متمشی نمیشه. بسیاری از ماها، بنده خودم رو نگاه میکنم که گاهی عرض میکنم قیاس به نفس میکنم، ما خدا را این کسی که یه بهشتی درست کرده و یک جهنم، گفته اگه از این را برید میبرم تون بهش، این را برید میبرم تون جهنم. اون را که میشناسیم از خدا هم نیکونه که بهشت را ساخته و جهنم را ساخته، دیگه از خودش چیزی نمیشناسه. یا در این عالم اونیست که این عالم را خلق کرده خودم علی عزو الله، مثلا مثل معماری مهندسی که خونه ای را میسازد و خوب ساخته بینه. من خونه میخوام، چرا به مهندسش دارم؟ خیلی از ما تصورمون از خدا و کارهای خدا و اینا همینه، به کارهایی کرده بهش جهنمی ساخته، دنیا این عالم رو خلق کرده، نعمتهایی هم درش برای ما قرار ده، باید استفاده کنیم. به خودش دیگه چکار ده؟ اینا قرار ده در اختیار ماست. این مال این است که معرفت نداریم که نیاز ما به خود او خیلی بیشتر از نیاز ما به مخلوقاته. نمیدونیم، نمیفهمیم. برای اینکه انسان در یه مسیری قرار بگیری که احتیاجش رو به خدا درک بکنی، بفهمه خدا چقدر دوست داشتنیست، چقدر خواستنیست، نمیشه ازش گذشت، نمیشه جایگزینی براش پیدا کرد، وقتی برای آدم پیدا میشه که خدا رو بشناسه. اولین چیزی که لازم داره معرفت، شناخت. هر اندازه پایه معرفت آدم بالاتر بره، محبتش نسبت به خدا بیشتر میشه. فرضاً یک کسی، حالا در مثالهای عادی، ناچاری ما همیشه از این مثالها استفاده میکنیم. شما میرید توی جواهر فروشی، انواع و اقسام جواهرات هست. خب کسی که وارد نیست، گوهرشناس نیست، جواهرات بیمزی که هر دانش میلیون ها میلیارد ها قیمت داری، با میتونی که شیشه زرق و برق داری فرقش نمیزنی. احیانا این چیزی اگر رنگ و روغنش زیادتر باشه و زرق و برقش بیشتر باشه، اونا از اون جواهر خیلی بهتر میبزن. مال چیه؟ مال این که نمیشنسی، نمیدونه الماس چیه، نگاه شیشه اشتباه میزنی.
یه خرمهره ای رو به جای فیروزه میگیریم، برای اینکه بفهمیم که واقعا چی باید انتخاب کنیم، دنبال چی باید باشه. هر اینه که بشناسید چی. حالا این مثال بسیار کودکانه است به اندازه فهم گوینده. از اگه ما بخوایم خدا رو دوست داشته باشیم، قرب خدا رو بخوایم، بخوایم در جوار خدا باشیم، الان به بنده میگن که در عالم قیامت در جوار خدا خواهی بود. جوار ما یه خونه اونجا ساختن تو بهشت، این خونه تو دنیا همون طوله خوب بود، شاید این کاخهای از این کاخهای دنیا از اونا برای اونجا جاذبهش بیشتر باشه. این جوار خدا چه خصوصیه بود؟ همسایه خدا باشیم، همسایه کسی دیگه بود، یک کسی باشه با ما کاری نداشته باشه، اذیتمون نکنه دیگه، هر که باشه جوارش خوبه دیگه. این نمیفهم این جوار خدا یعنی چی؟ اگه جوار خدا هم یه چیز مطلوبیست، مطلوبیست که یعنی از همه چیز مطلوبتر، حتی از حور و قصور هم مطلوبتر، چه میدن؟ نه هیچ ها اصلا اینجور دعایی از ما متمجه نمیشه، نمیدونیم چی میدن. وقتی هم میخونیم مناجاتش ها برای که میخونیم ثواب داشته باشه. اینا را امام خونده، ما هم برای تأثیر به امام میخونیم ثواب میشه. اگه بخونیم توفیقش داشته باشیم، همینه میخونیم که ثواب میشه. اما واقعا از ته دلمون این خواست برای ما پیدا بشه، خواستی که ما به دنبالش حرکت کنیم، لوازمش رو کسب کنیم، تلاش کنیم، سرمایه گذاری کنیم برایش، چیزهای دیگر رو فدای اون کنیم. اگه پیدا بخواد بشه چرا؟ کی میشه؟ وقتی که بشناسیم. پس اول باید از او بخوایم که ما معرفت بشه. خصصته به معرفتک، همه آدمیزاد که اینجور معرفتی ندارن، خدا یک بندگان خاصی داره که اونا را اینجور معرفت ها را بهشون دادی. خصصته به معرفت، ما را از اون کسانی قرار بدی که این معرفت را خاص اونها قرار دادی. در میان میلیاردها خدا میدونه چند نفری هستن به این نعمت نائل شد. خب حالا بعد که معرفت فرزند پیدا کردیم، خب ما بعد چی؟ چیکار باید بکنیم که به محبوب برسیم؟ بعدش و احل تهول عبادتک، اگه بخوایم به قرب او نائل بشیم، بعد اینکه قرب فهمیدیم چیه، جوار و خدا چه ارزشی داره، اگه خواستیم بهش برسیم، باید بدونیم راهش فقط بندگی خدا است. بندگی یعنی بندگی، بنده یعنی هیچی نداره از خودش، و این نداشتن رو باید در همه زندگیش اظهار کنه، نشون بده. بعضی کارها هست که فقط برای این قرار داده شده، مثل نماز، مثل سجده، این برای این درست کردن که اصلا ما نشون بدیم که ما چیزی نداریم. بعضی چیزهای دیگه هست که با قصد میشه عبادت، هر کاری رو که ما بدونیم خدا راضیه و اینا به خاطر او انجام بدیم، یعنی خود ما قصد اراده ما هیچ ملاک نمی، چون تو دوست داری انجام میده میشه عبادت. یعنی اراده من صفره در مقابل اراده تو، چیزی نیست، اون چی تو میخوای. هر کاری رو به قصد اطاعت خدا انجام بدیم میشه عبادت. اما حالا ما که عمری را با این مسائل گذروندیم و گوشت و پوستمون در راه تحصیل علم رویده، ما چقدر در شبانه روز این حال را داریم که برای خودمون چیزی قائل نباشیم، همه چیزا برای خدا بدانیم و بخواهیم. مال اینه که ما اهلش نیستیم، لیاقتش نیست.
اینه که امام از خدا میخواد از ما رو از کسانی قرار بده که اهل عبادتن، لایق اینن که بندگی تو کنن. بنده خودم رو که نگاه میکنم بنده شکمم است، شکم، بنده شکم. چرا؟ این داره میدونم چی خوشم میاد از خوردنش میخورم و مادون و مافوق شکم بنده. اون چه من رو به حرکت در میاره، به کار با میداره، هم این هاست. اگه اینا نبود حرکتی نمی‌کرد، یا پول یا شهوت یا مقام. اسیر اینا است، بنده این. تا آدم اینجوری است، این لیاقت بندگی خدا نداره. خدا کجا، شکم کجا، شهوت کجا؟ وقتی لیاقت بندگی خدا پیدا میکنیم که از بند اسارت و بندگی اینا خلاص میشه. لااقل از اینها در حدی استفاده کنیم که او اجازه میده. این اولین مرحله ایست که با بندگی خدا میسازیم. که بگم خدا شکم رو تو دادی، تو هم اجازه دادی از این استفاده کنم، خب چون تو اجازه دادی استفاده می کنم. کاملشونه که بگم اصلا اگر تو نگفته بودی نمی خورده، چون تو گفتی بخور می خورم. اگر گفته بودی بمیر از گرسنگی می مردم. بندگی واقعی اونه. اما اولش، مرحله اولش اینه که اقلن در حدی که او اجازه داده، یعنی حرام مرتکب نشه، گناه نکنه، اون وقت میتونم در مقام بندگی خدا برایم. ولی تا بنده شکم هستم و بنده شهوت و بنده هوس ها، لیاقت بندگی خدا نداره. از عبادتم لذتی نمیبرم، خسته هم میشه. اما این کسی اهل عبادت شد، لیاقت شد، این حاضر نیست عبادت رو رها کنه مگه یک تکلیف واجب دیگری باشه. و اهل تهول عبادتی من از کسانی قرار بدی که اونا اهل عبادت هند، لایق هم که عبادت بکن. و هیم تقلبه لارادتک، کسانی لایق عبادتند که از اول شیفته تو هستند یا در اثر بندگی محبت شدید شیدائی را نسبت به تو پیدا کنه. من را از کسانی قرار بده که اونها را شیفته ارادت خودت قرار داده. شیفتگی حالت شدت محبت هست که دیگه آدم غیر از محبوب چیزی نمیشناسه. رفتارشو که دیگران میبینند خیال میکنن این کنونامیزی رفتاری، نمیتونه خودشو کنترل کنه. شیدایی منو اونجوری قرار بده که از کسانی که دلشون شیفته اراده توست، که انه دیگه اصلا اختیارشون خارجه، مجذوب تو هستن. ما چنین کسانی هستن که لیاقت مشاهده تو را دارند. بحث مشاهده و دیدن خدا و نظر الی وجه الله و اینا گهگاهی به مناسبت هایی عرض کردیم، سالهای قبل هم در شهر مناجات شعبانیه و اینا مناجات مریدین چیزایی عرض کرده بودیم. البته اون هم که عرض کرده بودیم هیچ کدومش حق مطلب ادا نشده، برای اینکه گوینده درست خودش نمیفهمه. تا آدم ایش را نفهمه درست هم نمیتونه بیان کنه. البته ممکنه کسی بفهمه و درست نتونه بیان کنه، اما اگر نفهمه دیگه به طریق اولا بیانش هم نمیتونه. ولی براخره ایسایی که از دیگران یاد گرفته بودیم اینا در این زمینه گفتیم، یعنی تکرانیم اجمالا
از آیات و روایات به دست میاد که به یک معنا مشاهده خدای متعال این ممکن است و برای اولیاء خدا مؤمنین کامل میسره. اون فرمایش امیر المؤمنین که لا تراه القلوب به مشاهدت الایان ولیکن تراه القلوب یا تدرک القلوب به حقایق الایمان و تعبیرات دیگری که در همین مناجات ها زیاد وارد شده، از نظر و الی وجه الله، بلکه یه چیزی هست، یه حقیقتی است. حالا چجوره؟ چه داند اون که اشتر میچرن؟ اولیاء خدا به موهبتی میرسن، خدای متعال عنایتی بهشون میکنه که البته در این عالم یه مرتبه ازش، مرتبه کاملش در عالم آخرت، چون تا بدن و تعلق به بدن هست مرتبه کامل این رؤیت شاید مشکل باشه. ولذا وقتی فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا صعقا، در عالم آخرت که اینجور تعلقات این چنین نیست که آدم محکوم عوامل مادی باشه، اونجا به طور کامل البته در حدی که برای ممکنات میست خدا برای اولیایش چنین چیزی را مقرر فرموده. به هر حال کسانی هستند که انتخاب شدن برای این کار، همه نیست. اجتبیته لمشاهدتک، اگر اون راه معرفت را اول رفتیم و خدای متعال عنایت فرمود و معرفت خدا رو بهمون داد، دنبال اون معرفت به عبادت پرداختیم، دنبال اون محبت حالت شیفتگی و شیدایی نسبت به خدا پیدا شد، اون وقت به اینجا میرسه که اجتبیته لمشاهدتک. و اخلیت وجهه لک، چیزهای دیگه این که ذکر شده از لوازم همین هاست. ما وقتی با یک کسی مواجه میشیم، توجه به یک کسی میکنیم، با صورتمون روبروش میشیم. این طبیعی است دیگه، آدم با یک کسی میخواه حرف بزنه، با یک کسی اونس بگیره، پشتو که ترکه بونه میکنه، صورتشو داریم. اینه که توجه هم اصلا از کلمه وجه گرفته شده. متقابلا النظر الی وجه الله هم به همین مناسبت هست، یعنی اونی که اون حیثیت توجه و روبرو شدن را میرسونه. در این جمله از خدای متعال میخواد که من را از کسانی قرار بده که وجهشون، صورتشون مخصوص توست، توجهشون، یعنی به هیچ روجشون به هیچ طرف دیگه نمی کنه. حالا این چیز تعجبی نیست، شما که الان اینجا نشستید مثلا قریب نیم ساعته، شاید اکثرتون روتون طرف منبره، دایی ندارید برگردید این طرف اون طرف نگاه کنید. چرا؟ برای اینکه اونی که اینجا اومدید نشستید، حالا خوب یا بد، میخواد ببینید این گوینده چی میگه. روتون طرف اون کسی است که با او سر و کار دارید، میخواد چیزی ازش بشنوید. روتون هم طرفی دیگه نمی کنید، یه طرف رو نمی کنید. وقتی آدم به طرف دیگه میکنه که غیر از این کار یک کاری دیگه داشته باشی، با یک کسی دیگه سر و کار داشته باشی. اگه آدم در زندگی سر و کارش با یکی باشه، هر جا بره روش اون طرف. البته اینجا چون روی خدای جسمی نیست که در یه گوشه‌ای باشه، اینما تولو فسم وجه الله، اما این دلش اون طرفه. هر طرفی رو میکنه فقط به او داره نگاه میکنه، به آثار او، به الطاف او. از خدا میخواد که من اون از اون کسانی قرار بده که روشون فقط به طرف توست. اخلیت وجهه لک، و روشا برای خودت خالی کردی، مخصوص خودت. همچیزایی هم میشه،
اگه نمیشد ظاهرا امام سجاد هم از خدا نمیخواست، معلوم میشه میشه. و فرغت فؤاده لمحبتک، یعنی دلش را خالی کردی فقط برای محبت خودت، فارغ کردی قلبش را برای محبت. اگه شما یه ظرفی را مثلا گلابی دارید میخواد توی ظرفی بریزید، اگه تو اون ظرف سرکه باشه گلابم بریزید روش خراب میشه. این ظرف گلاب ظرفی مخصوص گلاب، چیز دیگه نمید. دوستان خدا دلشون مخصوص محبت خداست، چیز دیگه تو جانه می. خدا وقتی بخواد محبتشو به کسی بیده اون ظرفش را پاک میکنه، آلوده نباشه. ظرفی که سرکه باشه توش یا یه چیز دیگری که خوشبو نباشه، گلابی عطری بریزن توش اون فاسد میشه. اگر بخوان یه چیز ارزشمندی رو در یه ظرفی قرار بدن خوب تمیزش میکنن که قاطی پیدا نکنیم. خدا بعضی بنده هاشون اونقدر دوست داره که میخواد این دلشون فقط مخصوص محبت خودش باشه، هر چی دیگه باشه یه نوع آلودگی است برای دل. اگر اطلاعاتی تعلقاتی چیزهایی هست اونقدر وسائل فراهم میکنه زیر رو میکنه تا اینا پاک بشه. بعضی ها زود پاک میشه، آبی بوده مثلا آبشو میریزن تو گلاب میریزن، خیلی مزاحمت نداره، راحت آبش که بریزن دو ظرف تمیز میشه، آماده است برای گلاب. اما یه وقت نه، مثلا تو چایی بوده یه دستی هم باید بمانم که پاک میشه. یه وقت چیز چسبناک بوده اردشیر ریخته بود بیزن، وقتی باید بخوام گلاب بریزن توش خیلی باید بیشتر بشه بر برن تا خوب تمیز بشه. ظرفی بوده پر از گریس بوده، حالا میخوام عطر بریزن توش، این به این زودی پاک نمیشه، باید خیلی باشه، باید بر برن تا اینکه این تمیز بشه، بشه اون عطر بریزن تا این. آلودگی های دل ها مختلف. جوان ها قدر خودت را بدید تا خیلی دلبستگی به امور دنیا پیدا نشده، خیلی آماده هست که دل محبت خدا را دریافت کنه، تمیز بشه، شیشه ایست آماده برای عطر. اما اونایی که مثل ما یه پیر میشن 60-70 سال با تعلقات مختلف، مال و منال و جاه و مقام و ریاست و آیت اللهی و حجت الاسلامی و دکتر و پروفسور و خانه و زندگی و وسیله و ماشین و نمیرم چی و هر روزی به تعلقه، اینا اگه خدا بخواد محبت خودش رو در دلشون قرار بده به این آسونی ها نمیشه. اونقدر باید وسائل فراهم بشه در طول طولها تا یکی یکی تعلقات کنده بشه. هر وقت خوب تمیز شد اون وقت اون عطر رو میریزه. تا این آلودگی ها هست نمیشه بدنم خراب بشه. اینه که خدا باید اول دل را فرغت فؤاده لمحبتک، قلب را باید تمیزش کرد برای محبت، فارغ بشه، چیز دیگه توش نباشه، آلودگی، چسبندگی، چیزای بدبو، متعفن، حالا یا خوشبو هم باشه اما بالاخره با عطر نمیزد. اگه بخوان یه چیز قیمتی رو بریزن یه عطر خیلی قیمتی بخوان برن باید خیلی مواظب باشن این کاملا تمیز بشه. گرفتاری هایی که خدا برای خیلی از مؤمنین تو این دنیا بیش میاره، اونایی که دوستشون میداره و میخواد دلشون پر از محبت خودش بکنه، برای اینه که این تعلقات کنده میشه، این آلودگی ها پاک بشه، این ظرف شفاف صیقلی تمیز، اون محبت درش
جایگزین میشه و کار خودش رو انجام میده. برغبته فی ما عندک. خب برای اینکه انسان در این مقام بر به دست کرده اینا دیگه از لوازم میشه یا راههاییست که نشون میده که خدای متعال بعضی چیزا رو میگه اینا عند الله هست، بعضی میگه عندکم هست، این چیزایی پیش شماست، این چیزایی پیش خداست. کلیش هم گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. یکی از فرقهایی که داره که چیزایی که پیش ماست و پیش خداست. حالا یعنی چی با پیش ما و پیش خدا؟ شاید من عقلم نرسه درست بیان بکنم یا بفهمم. به هر حال این معلومه که این ادبیات در قرآن هست، این چیزایی رو میگه عندکمه، این چیزایی میگه عندالله هست. مثلا میگه وقتی انفاق میکنید این پیش خدا محفوظ میمونه، این عندالله هست. یا شهدا عند ربهم یرزقون، پیش خدا روزی داده میشه، این روزی هایی پیش شماست، اینا نیست، روزیشون چیزی دیگه نیست، اینا پیش خدا روزی داده، در حضور خدا سر سفره خدا نشسته. حالا چیه اونجا؟ انشاءالله اگه نصیبمون شد ما رو میفهمیم اندالله یعنی چی. همش هم لازمش این نیست که اندالله حتما باید برن عالم آخرت، ممکنه یک کسایی تو همین عالم هم بشن و سر سفره خدا بشینه. به هر حال یکی از ویژگی هاش اینه که اون چه اندناست پیش ما آدمی زداد و در این عالم دنیاست، اینا تمام شدنیست، دوامی نداریم. چیزایش که خیلی خود خیال میکنیم دوام داره یه چند سالیه، چشم به هم زدی تمام شد. ریاستهاش، مقاماتش، حالا مثالاشو تو ذهنتون بیارید، همه چیزا نباید گفت. یک کسی 70 سال زحمت میکشه تا به یک مقامی برسه، هنوز سر جاش درست مستقر نشده و اینا، حضرت عزرائیل تشکیل. بعضیش هنوز نرسیده به این که اونجا باید بیشینه سر راه، هنوز گرد نکرده درازش میکنه. حالا وقتی هم بمونه حالا مگه چقدر طول میکشه؟ اما اندالله تمام شدنی نیست، یه روز، دو روز، یک سال، 100 سال، 1000 سال، 1,000,000 سال، هیچ تمام نمیشه. که ما عندکم ینفد و ما عندالله. دنیا رو میفهمد و مال حیات دنیا الا متاع، یه بهره ای میگیرید شما اینجا. والآخرت عند ربک للمتقین، والآخرت خیر و ابقا. یه جا میفرماید والله خیر و ابقا. این دنیا دیگه برای اهلشه، برای مثل بنده نیست. ما اگه همونو قبول بفهمیم و بپذیریم که والآخرت خیر و ابقا، کلامون میندازیم بهش. اما یه کسایی هستن که برای اونا گفتن والله خیر و ابقا، غیر الله را بدر هم. به هر حال اگه کسانی خواستن در این مسیر پیش برن، اول باید بدونن که به این زرق و برقهای زود گذر توجهی نکنن، رغبتشون باید فیما عندالله باشه، میلشون، توجهشون به اون چیزایی باشه که بهتر است، خیر است و ابقاست. هم بهتر است، کیفیتش بهتره، هم ابقاس، کمیتش بیشتره، دوامش. شاید اینا دیگه بیشتر نشان دادن راه باشی. و الهمته ذکرک و اوزعته شکرک. کسی که این معرفت رو پیدا کرد و رغبت داره فیما عندالله، احتیاج داره به این که دائما یاد خدا باشه. عوامل دنیا دائما غفلت سازه، باید یه عاملی داشته باشه این غفلت ها رو از بین ببره، دل متوجه خدا بشه. پس ما اگر
توجه کنیم به اهمیت این مطلب، از خدا میخوام تو خودت یاد خودت را به ما اعلام کن. الحمته ذکرک. و بعد وقتی از این نعمت ذکر الهی استفاده کردن، بعد قدردانش باشه، مواظب باشه این توجهی رو که خدا بهش داد، معرفتی که بهش داد زود از دست نده. با اون وقتیست که قدردانش باشه، شکرش رو به جا بیاره. الحمته ذکرک و اوضعته شکرک، شکرتو نصیبش کنی. و شغلته به طاعتک، او را به کار به طاعت خودت مشغول کردی. و صیرته من صالحی بریتک و اخترته لمناجاتک، اون را از انسانهای شایسته قرار دادی و اونا را برای مناجات خودت انتخاب کردی. در این باره همه وقت مفصل بحث کردیم، مناجات انسان با خدا، مناجات خدا با انسان. جمله آخرش که در اینجا، این جمله که امشب آخر این فراز قرار میدیم، قطعت انه کل شیء یقطعه عنک. چیزایی هست در دنیا که آدم از خدا جدا میکنه، وقتی توجه به اونا بکنه، بپردازه به اونا، نمیشه با خدا جمع بشه. یا خداست یا خورما به قول معروف. اگه آدم به این چسبید، خدا رو باید دست بده. از خدا میخواد اون چیزایی که باعث میشه که من رو از تو ببرند، تو اونها رو از من ببر. قطعت عنه کل شیء یقطعه عنه، چیزایی که من رو از تو جدا میکنه، اونها رو از من جدا کن. و فقط الله و ایاکم.